کتاب نامه در میان انبوه کتاب‌های منتشر شده سراغی می‌گیریم از یکی از آثار ارزشمند علامه محمد تقی جعفری که در واقع شرحی است بر دعای عرفه امام حسین علیه السلام. کتاب نیایش امام حسین علیه السلام در صحرای عرفات به قلم علامه محمد تقی جعفری از سوی مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری منتشر شد. مضمون نیایش امام حسین علیه السلام در صحرای عرفات نیایشی برآمده از زبان یکی از امامان و پیشوایان شیعه در قاموس تشیع است که کارزار از خودگذشتگی و نبرد مقدس او با خلافت اموی و خلیفه بدنام یزید ابن معاویه معروف است. در کتاب نیایش امام حسین علیه السلام در کنار حماسه عملی امام حسین علیه السلام که به شهادت خود و یاران و اسارت خاندانش انجامید، به نمونه‌هایی مانند دعا و نیایش به مسائلی از زبان امام برمی‌خوریم که روحی و معنوی بودن آنها جنبه عمومی و انسانی دارد و انسان را در مدار حقایق آسمانی قرار می‌دهد. در واقع می‌توان گفت در نیایش عرفه امام علیه السلام به گونه‌ای شاهد شکل گرفتن گفتگوی نورانی هستیم که در یک سوی آن انسان قرار دارد با مشخصات خودش و در سوی دیگران خداوند بزرگ که میتواند با عنایات خود انسان را از ضعف به قدرت و از خطا به صلاح رهنمون شود. کتاب خواندنی نیایش امام حسین علیه السلام در صحرای عرفات به قیمت 10,000 تومان در بازار کتاب عرضه شده و علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت استاد-جعفری.com یا تماس با شماره تلفن 44-20-54-53 کتاب را در محل خود دریافت کنند. در بخشی از این کتاب آمده: خداوندا، وقتی خوب می نگرم سببیت همه از توست و تمام عوامل جهان طبیعت خواص و فعالیت‌های خود را همگی از تو می گیرند. آنها استقلال ندارند و موجودیت آنها همه مرهون خلاقیت توست. اگر انسانند و اگر خود نیازمندند، کاری از آنها ساخته نیست و اگر بی نیازند، آنان که غنی ترند محتاج ترند و اگر موجودات طبیعی‌اند، هیچ نقطه‌ای از نقاط جهان طبیعت قائم به نفس نبوده و همه حرکت و خاصیت خود را از تو می‌گیرد. زمانی که این جمله ها رو میخونی متوجه میشیم که این کتاب بیش از تفسیر خود نوعی نیایشه. درباره این کتاب با آقای کریم فیضی، یکی از محققین آثار علامه که در کتابخانه تخصصی استاد علامه جعفری هستن، گفتگو میکنیم. آقای فیضی، این کتاب بیشتر از اینکه شرح باشه خودش نوعی نیایش هست. لطفا در موردش بیشتر بر ما توضیح بدید. حسن این کتاب این هست که این کتاب با احساسی ترین بیان ممکن نوشته شده، یعنی خودش نوعی نیایشه که انه نویسنده در مقام نیایش برآمده و نیایش کرده. به همین جهت کسی که این کتاب رو میخونه احساس نمیکنه با یک متن سخت و سنگین و سرد روبروست، بلکه احساس میکنه با یک نیایش جانسوز، با یک نیایش پرحلاوت، با یک نیایش خیلی روان و دلچسب مواجهه. لطفاً شما هم بخشی از کتاب رو به انتخاب خودتون برای ما بخونید. خواهش می‌کنم. استاد می‌نویسند: گم شدگان بیابان‌های بیکران که غیر از آسمان لاجوردین و قطعه‌های متراکم ابر و تنین‌های بادهای متراکم یاوری نمی‌بینند، اضطرابشان را چه کسی به آرامش مبدل خواهد کرد؟ کسی نومیدی آنان را مبدل به امید نمی نماید. آنان نیز پناهگاهی غیر از نیایش نداشته، رو به سوی خالق بیابانها و آسمان بیکران گرفته، تلخی غربت خود را فراموش می کنند و شیرینی وطن را در ذائقه خود در می یابند. به حلاوت خورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. ممنونم دکتر کریم فیضی، محقق آثار علامه جعفری. شما هم اگر کتابی دارید که دلتون میخواد در برنامه کتاب نامه معرفی بشه، با شماره 2214-7267 تماس بگیرید. کتاب نامه